گر خواهی شادی وجد حقیقی ایسا را در دل بپذیر گناهت پاک سازد شبت را روز کند قلبت را نو سازد دائم با تو ماند گر خواهی شادی وجد حقیقی ایسا را شنوندگان عزیز عنوان این مطالعه در کلام خدا هست دلیل موانع و آزمایش ها در زندگی ما دلیل موانع و آزمایش ها در زندگی ما دوست خوب من، آیا امروز شما توی زندگیتون با موانعی روبرو رو هستید؟ آیا امروز شما مشکلات، چالشها و کمبودهایی را به شدت تمام تجربه می کنید؟ آیا امروز شما ناامید، دلسرد و از خدا و دیگران عصبانی و گلمند هستید؟ عزیزان اجازه بدید تا در اول عرایزم به شما بگم که خود خداوند این شرایط را برای شما انتخاب کرده اما قبل از اینکه بیشتر از من یا از خدا و دیگران عصبانی بشید اجازه بدید تا به شما ثابت کنم چرا دوست خوب من این موانعی که سر راهتون به وجود اومدند این آزمایش هایی که شما با اونها دست و پنجه نرم می کنید تمامی اینها فقط به خاطر به انجام رسوندن هدف خداوند در زندگی شما وجود دارند این گفته من اگرچه شاید برای شما که در حال حاضر با موانعی روبرو رو هستید و با آزمایش های دردناکی دست و پنجه نرم می کنید شنیدنش آسون نیست ولی حقیقت داره آره دوست من شنیدن این حقیقت که موانع به وجود اومده در زندگی شما و یا دست و پنجه نرم کردن با مشکلات بزرگ خواست خداوند هستند و دارند منظور الهی او را به انجام می رسونند شنیدنش بسیار دشواره. میدونید چرا؟ میدونید چرا شنیدن این حقیقت که وجود موانع و مشکلات در زندگی ما خواست خداوند برامون دشواره چون که عزیزان ما شناخت کاملی از شخصیت، سیرت و نحوه عملکرد خداوند نداریم. به همین دلیل پیش خودمون میگیم چطور ممکنه خدای مهربان اجازه بده من با چنین موانع بزرگ و آزمایش های دردناکی توی زندگیم روبرو بشم؟ عزیزان شما ممکنه پیش خودتون اینطور تصور کنید که مگه من خواستار انجام اراده خداوند توی زندگیم نبودم؟ مگه من از اوامر خداوند با تمام وجودم اطاعت نمی کردم؟ پس چرا اینقدر شرایط زندگی من دشوار و تلخ شده؟ چرا آینده زندگی خودم را اینقدر تاریک و مبهم می بینم؟ دوست خوب من اگه این شرایط امروز زندگی شماست اگه شما به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خودتون ایمان قلبی دارید اگه شما گناهان خودتون را به خداوند اعتراف کرده اید و از او طلب بخشش نموده اید اگه شما زندگی خودتون را کاملا به عیسی مسیح تسلیم نموده اید اگه شما واقعا از صمیم قلب خواستار اطاعت از خداوند و انجام اوامر او هستید ولی با تمام این عملکردهای های شایسته باز توی زندگیتون موانع بزرگی به وجود اومده و یا آزمایش های بسیار دشواری را پیش رو دارید باید یک حقیقت مسلم را باور کنید دوست من حقیقت اینه که خداوند قادر مطلق خداوندی که شما را خلق فرموده خداوندی که حال به خاطر ایمانتون به فرزندش عیسی مسیح پدر آسمانی شماست به هیچ وجه قصد سر به سر گذاشتن اذیت کردن یا مانع برخورداری شما از یک زندگی شاد و موفق نیست خداوندی که شما را خلق فرموده به خوبی میدونه که یک توانایی، یک استعداد، یک پتانسیل خاصی در وجودتون هست که باید پرورش داده بشه و رشد کنه. دوست خوب من دقت بفرما برای پرورش دادن اون پتانسیلی که خداوند در شما سراغ داره او در مشیت الهی خودش اجازه میده تا شما با اون موانع و آزمایش های خاص روبرو بشید تا به طور کامل فقط به او اعتماد کنید به طور خلاصه خداوند داره توسط اون موانع و آزمایش هایی که خود او اجازه ورودشون را به زندگیتون داده شما را به سوی خودش و اعتماد کامل به خودش جلب میکنه. آره دوست خوب من خداوند داره ایمان شما به خودش وفاداری شما به خودش ارادت و اخلاص شما به خودش را گسترش میده تا بتونه در اون صورت از شما برای اهداف والاتری در ملکوت خودش استفاده کنه با شنیدن این حقیقت شما ممکنه بفرمایید نه من احساس نمی کنم که هیچ واقعه مثبتی داره توی زندگی من صورت می گیره. یا بفرمایید من هیچ امیدی به بهتر ساختن خودم در این موانع و آزمایش هایی که باهاشون روبرو هستم نمی بینم. یا بفرمایید من تمام امید و آرزوهای خودم را برباد رفته می بینم. من دیگه داغون داغونم و کارم تموم شده دوست من خداوند میخواد در این شرایط به شما بگه فرزندم من خودم تو را آفریدم من میدونم چطور تو را آفریدم من تو را برای هدف خاصی آفریدم من میدونم دارم توی زندگی تو چه کار میکنم من خودم به تو حیات دادم من شماره تمام موهای سر تو و تمام نفسهای تو را به خوبی میدونم. خداوند میخواد بگه من میدونم که این موانع و آزمایش ها توی زندگی تو دارن چه کار می کنند. خداوند میخواد به شما بگه من میدونم چطور میتونستم اون استعداد خاصی را که خودم در تو قرار دادم به کارش بندازم. خداوند میخواد بگه حساب هیچ چیز از دست من در نرفته من از حال و روز تو از احساسات و موقعیت تو کاملا آگاهم همچنین خداوند میخواد به شما بگه ولی فرزندم اصلا ناامید و دلسرد نباش من دارم به تو درس یاد میدم من دارم یادت میدم چطور میتونی باز هم به من نزدیکتر بشی و باز هم بیشتر فقط به من اعتماد داشته باشی من دارم همه چیز را از تو میگیرم تا من همه چیز تو بشم دوست خوب من آیا تا اینجا صحبت من شرایط زندگیتون را بیان کرده و حالا در فروتنی حاضرید تا اجازه بدید خداوند اختیار زندگی شما را در دست بگیره؟ آیا اجازه میدید تا خداوند پدر آسمانی مهربانتون به داد شما برسه؟ اگه میگید بله من میپذیرم که موانع و مشکلاتی که توی زندگیم به وجود اومدند به خاطر خواست و اراده خداوند بودند من میپذیرم که خداوند مرا خلق کرده و استعدادهای خاصی را در من قرار داده من میپذیرم که خداوند خدای دانای مطلقه و میدونه داره توی این دنیا و زندگی من چه کار میکنه همینطور اگه میگید من میخوام از این لحظه به بعد به خداوند اجازه بدم تا اون موانع و آزمایش هایی که به زندگی من راه داده برای خیریت من و جلال نام او سمر بدند. و در این صورت میفرمایید خب حالا من باید چه کار کنم خداوند برای شما پاسخ داره خود خداوند توسط روح مقدسش و کلام حیات بخشش میتونه جواب سوال شما را بده و راهنماییتون کنه دوست عزیز من اولین اقدام صحیح شما اینه که از جنگیدن با خداوند دست بکشید دائما خدا را زیر سوال نبرید و داد و فقان نکنید مدام از شرایط دشوارتون به او گله نکنید و او را نادان و بیوفا و کم محبت ندونید. برعکس در فروتنی از خداوند سوال کنید پدر آسمانی مهربانم تو خودت از تمامی حال و روز من از تمامی شرایطم آگاهی به من نشون بده میخواهی من توسط این موانع و مشکلاتم از تو چه درسی یاد بگیرم؟ اقدام صحیح دومی که باید انجام بدید اینه که توی این شرایط بسیار بغرنج و دشوارتون اجازه ندید تا احساسات انسانیتون بر عقل، منطق و ایمانتون به خدا برتری پیدا کنند. عزیزان در بسیاری از مواقع احساسات انسانی ما بزرگترین مانع نزدیک شدن و اعتماد کردن ما به خدا هستند. دوست من به یاد بیار که خداوند کی هست به یاد بیاور که شما در چشم خداوند کی هستید به یاد بیاور که خداوند توسط روح القدس و کلام زندش میخواد توی زندگی شما چه کار کنه به خداوند و کلامش ایمان خودتون را حفظ کنید دوست خوب من به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح ما باید حتما با کلام پدر آسمانیمان به خوبی آشنا باشیم مطالعه کلام پدر آسمانیمان ما را برای زندگی روزانه و روبرو شدن با هر مانع و آزمایشی آماده و مجهز میکنه مطالعه وفاداری و عملکرد پدر آسمانیمان خداوند قادر مطلق در زندگی دیگر ایمانداران به او در طول تاریخ به ما این امید را میده که همون خداوند هنوز هم میتونه و بسیار مشتاق تا توی زندگی ما هم به همون قدرت عمل کنه مثلا وقتی می ترسیم و از وجود موانع و مشکلات توی زندگیمون کلافه و حیران هستیم میتونیم کلام پدر آسمانی من در کتاب یوشع فصل یک و آیه پنج را به یاد بیاریم این آیه گفته خداوند به یوشع بود زمانی که داشت او را برای مأموریت بزرگی آماده می کرد خداوند به یوشع فرمود همانطور که با موسا بودم با تو نیز خواهم بود تا در تمام عمرت کسی نتواند در برابر تو مقاومت کند تو را هرگز ترک نمی کنم و تنها نمی گذارم آمین دوست خوب من این فرمایش خداوند را در قلب خودتون محفوظ نگه دارید و وقتی با موانع بزرگ و آزمایشات دردناک روبرو میشید به جای ترس، ناامیدی و یا گله و شکایت از خدا و دیگران به یاد بیاورید که خداوند همونطور که به یوشع گفت امروز هم به شما میگه فرزندم همونطور که با موسا بودم با تو نیز خواهم من بود وقتی من خدای قادر مطلق با تو هستم هیچ کس نمیتونه در برابر تو مقاومت کنه وقتی من خدای دانای مطلق هستم هیچ ندانم کاری توی زندگی تو باقی نمیمونه خداوند به شما میگه فرزندم من تو را هرگز ترک نمیکنم و تنها نمیگذارم عزیزان از شما دعوت می کنم تا با خداوند صحبت کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربانم من میپذیرم که این موانع و آزمایش های دشواری که باهاشون روبرو هستم به خواست تو و برای انجام خواست تو به زندگی من از جانب تو وارد شده اند. به من کمک کن تا یاد بگیرم میخواهی توسط این شرایطم به من چه درسی یاد بدهی؟ خداوند من زندگی خودم را به تو تقدیم می کنم. به قلب من بیا و از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام ایسای مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. خدا را شکر شنوندگان عزیز چنانچه شما امروز به عیسی مسیح ایمان آوردید و حال سوالات محترمی دارید خود آمی